کاخ فرهنگی به نام ابوالله رودکی شهر خوچند فضای ایدانه داشت. در اینجا به مناسبت روز کارمندانی تیپ جمامت ایدانه دایر کردید. سابقه داران و کارمندانی صاحب و متخصصانی جوان از 18 شهر و نواحی ولایت در تالار جمع آمدند. آنها را رئیس ولایت سغد رجبای احمدزاده با ایدی کسبیشان شاد باش گفت. کل کارمندان و سابقه داران صاحب تیپ را از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد تبریک و مبارکباد گفته سلامتی بردوام خاطر جمعی سعادت روزگار و در فعالیت پرمسئولیت و پر افتخار کسبیتان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا می‌نمایم. در برابر یادآور شدن از پیشروی های ساحه رهبریتی ولایت اینچونین از مهمهای در این سمت جای داشته ابراز اندیشه کرد، مخصوصا طی چند سال اخیر ترک وظیفه نمودن و به دیگر دولت ها سفر نمودنی طبیبان صاحب تجربه و هم متخصصان جوان رهبریتی ولایت را مخصوصا نگران کرد. گفته شد که عین زمان در دانشگاه های طبی شهر دوشنبه و دیگر مؤسسه ها زیاد از 1300 نفر جوانان ولایت سغد تحصیل میکنند. اینچنین صدها نفر در دانشگاه های طبی بیرون از کشور با دانش آموزی مشغولند. رهبری ولایت گفت که برای در آینده در حدود ولایت با کار و شرایط خوب تامین نمودنی آنها چاره اندیشی باید کرد تا اینکه آنها فعالیت طبیشان را در حدود ولایت ادامه دهند. ببینید امروز متخصص های تیار ببینید ما تیار میکنیم. من دیگر دولت ها امروز دعوت کرده گرفته ایستاده است. دنیا همین پیش دنیا پیش رفته ایستاده است و ما باید کار کردن ما در کار با یعنی مثلا باید تمام خدمتچی های دولتی وظیفه ما امروز دستور سپارش های جناب عالی را در عمل تطبیق نموده سلامتی ملت را امروز ما باید تامین کنیم. اگر سلامتی نباشد، نه کار بشد، نه زندگی بشد. سالی روان از بودجه ولایت سغد برای ساحه تندرستی 600 میلیون سومانی مبلغ روانه کردید. تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی باشد در حدود ولایت 152 انشاءات ساحه از جمله تعمیر 119 بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی اینچنین ساختمان 29 بیمارخانه و دیگر انشاءات ساحه به نقشه گرفته شده است. 50 انشاءات ساحه از جمله 10 مؤسسه طبی ساخته به استفاده داده شده، تعمیر 36 مؤسسه دیگر به انجام رسانیده شده است. با وجود این رهبری ولایت گفت که جهت برطرف نمودن بعضی از کمبودی‌های ساحه باید کاربری را پرزور نمود. تعمیر طلب بودن برخی مؤسسه طبی در شهر و دایه ها نارسایی مؤسسه طبی در دیهات دور دست کار ناشایان بودن تجهیزات و تکنیک های طبی مؤسسه از جمله دستگیری متخصصان جوان نارسایی نقلات سنتی یوری ترجیحی طبی را به نظر گرفته رهبری ولایت در دوره تامین بهداشت حیات مردم بهتر کردن شرایط تشخیص تبابت و معالجه بیماران چاره های مؤثر در مؤسسه های ساحه تندرستی ولایت سغد عین زمان 5193 نفر طبیب و زیاده از 17800 نفر کارمندان میانه طب فعالیت میبرند. از آنها 9 نفرشان دارای عنوان کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان میباشند. به مناسبت روز کارمندان ساحه طب رهبری ولایت چند از فعالان ساحه را که در صحت عامه سهم گذاشتند با تحفه و مکافات پولی سرفراز گردانید. اینچنین به 5 نفر نشان سرسینگی علاچه تندرستی جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. باعث افتخار و سرفرازی است که همه ساله سنه 18 آگوست همچون روز کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می شود و از فرصت مناسب استفاده برده تمام طبیبان، تمام همشیره های طب، عموماً تمام کارمندان ساحه سانیتاری و اپیدمیولوژی که برای پیشگیری بیماری های سرایتی و غیر سرایتی همروزه فعالیت برده استادند از صمیم قلب مبارکباد می گویم. Oh,
ҳамасола санаи 18 август дар Тоҷикистон рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ таҷлил мегардад. Ин сана аз одрӯзи аллома Абдуалӣ ибни Сино сарчашма мегирад. Гузориши Уғлои Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.